قورباغه اسفهان میگن تو اسفهان یک چاهی بود یا قورباغه تو اون به دنیا اومده بود اونجا زندگی میکرد هرچی که از این جهان میدونست همون چاه بود زیر آب بالا آسمون دنیای این قورباغه همین بود تصورش همین بود جهان بینیش همین بود اینی بود که غیر از این رو در تصورش نمیتونست داشته باشه تا اینی که از بخت روزگار یه قورباغه دیگه بالای چاه داشت رو حرکت میکرد توی اصفهان بیون بزرگی اصفهان نصف جهان این قورباغه افتاد توی چاه وقتی که توی چاه افتاد دید که راه فراری از اینجا راه بیرون رفتی نیست و زد زیر گریه که من چطور در این جای تنگ زندگی کنم و چطور اینجا گذران بکنم قورباغه‌ای که توی چاه بود و جهان بینیش فقط چاه بود اومد با این فردی که از آسمون ها افتاده از یک ستاره دیگه اومده با این خوشباشی کرد و دید این بیچاره زده زیر گریه فکر کرد که خب این بنده خدا فکر میکنه که این دنیا همش مال منه و این توی دنیای من جایی نداره در نتیجه باید یه مقداری دلداریش بدم اومد گفت از جان هیچ نگران نباش این دنیا مال من تنها نیست شما هم جز این دنیای من یک پریشی کرد گفت از اونجا تا اینجا این مال تو بعد تازه این گرباقی که از بالا اومده بود متوجه شد که ای خدای من تنگی مکان هیچ زندگی با این بی بیعقل... عقلش کوچیکی که فکر میکنه دنیا اینجاست با این من چطور بگذرونم و گریه شدت گرفت بعد این قرباقه داخل چاه دو تا پرش دیگه زد گفت عزیز من نگران نشد اگر اون کمت بود اینم از تو آقا نصف دنیا از تو اون دیگه بیشتر اذیت میشد وقتی که این رو احساس میکرد بعد آخرش قورباغه توی چاه خیلی دلش سوخت گفت آقا جون بیا تمام این دنیا مال تو من مهمون تو این قورباغه‌ای که از بیرون اومده بود این دنیای بزرگ رو دیده بود خیلی خیلی احساس تنگی میکرد احساس میکرد که اینجا داره خفه میشه و میمیره نه تنگی جا تنگی این عقل ها این شبیه چی است قورباغه اصفهان امروز ما سردمداران کشورهای ما هستند و اونایی که جهان خیلی بزرگتر هست اونها انسانهای عاقلی هستند که تاریخ رو میخونند و میدونند که خارج از این چاه هم میشه فکر کرد خارج از صندوق هم دنیای دیگه ای هست قورباقه داخل چاه اون قوم پرستا و قومگراها هستند که هنوز عنوان هویتیشون مشخص نیست یه چیزی از قورباغه های همزادشون در غرب و شرق یاد گرفتن فکر میکنند دیگه همه همینه نمیدونند که مسلمون ها 1300 سال بزرگتری امپراتوری جهان رو داشتند و دنیا در سایه وجود مسلمون ها چقدر احساس امنیت و آرامش و سعادت میکرد حالا بگذاریم بیایید ببینیم که این قورباغه صفتی در بین ملت های ما چطور هست قورباغه داخل چاه در واقع اون سردمداران اقتدارگری هستند که در مرکز نشستن و اونهایی که خارج از این فضا و جهان شون واضح تر هست اون مرز عزیزی هستند که دوروبر کشورها رو گرفتن حالا شما بیایید با هم ببینیم که این مرزهایی که ما داریم واقعا یک کار کمدی مسخره خنددار هست نه تنها توی کشورهای ما تو کل جهان تو کل جهان شما وقتی که نگاه میکنی میبینی که ای بای ما چه حال و روزی داریم